در وقتا سرپیسه که وقتی دره و درده سبیم شاگرد بسیم دیگه وقت فرار کنم دیگه وقت فرار کنیم تو همین شاگرده رو هم میگیریم سو فرار میکنم در این 55 رو تو خاطره خش نداریم غیر خاطره تلخ من 3 زن گرفتم فعلا یک تا تتشا رفت دیگه براش تکه تکه کرده تا شیشه کی چی کار نمیکنه مرمی کار نمیکنه ببینیم که در چی وضعیت است کاملا پنشاش تا کلک دارم یا خوالی بیوه دارم مقصد ما باره روزگار اخدت میچلون دیگه بله چه؟ روزگار اخدت میچلون آه بله خیلی شد امروز در ولسوالی شهدای زیبا هستیم بسیار زیاد یک فضای سرسبز یک طبیعت گوارا بنام یاد خداوند متعال سلام و درود از شهدای سرسبز و زیبا خدمت شما عزیزان امیدوار هستم سرمند و سرحال باشین و روز و روزگار تا این دم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال یوتیوب بدخشان پلاس دوستای عزیز قسمی که میبینین ما امروز در ولسوالی شهدای زیبا هستیم بسیار زیاد یک فضای سرسبز یک طبیعت گوارا این طرفش آب روان است و همچنان این طرف سرسبزی و دیگه خلاص هر چی که بگویم کم است دیگه انشاءالله تصمیم داریم بخیر ولسوالی شهدا را آن چی که داره برای شما به تصویر بکشیم از میوهایش گرفته تا باغایش و جای سرسبزیش تلاش میکنیم طبیعت ولسوالی شهدا را برای شما از آن نشان بدیم دوست عزیز عبدالفواد ساریم دوست عزیز ما از ولسوالی شهدا است دیگه ما را در این سفر همراهی میکنم من ماشاءالله تو خوش شانس هستم در ولسوالی که میرم یک دوست رفیق دارم که اونجا ما را همراهی میکنه ساریم سی بسیار زیاد خوش آمدید سلام خدمت شما خوش آمدید امید که روزتون بخیر سپری شوه سلام دوست عزیز صبحتون بخیر ما فواد ساریم هستم یکی از باشندگان نمی ولسوالی زیبای شهدا انشالله که در جریان برنامه زیادتر معرفی میشیم خوش آمدین شما به ولسوالی شهدا زیادتر از ولسوالی شهدا میبینیم از میوه های ولسوالی شهدا میبینیم از مردم ولسوالی شهدا میبینیم از باغ و داشته های ولسوالی شهدا زیادتر میبینیم انشالله از میمانی های شما میبینیم 100% انشالله باز از میمانی های ولسوالی شهدا از آنچه که ولسوالی شهدا در خط داره انشالله زیادتر باز میبینیم معرفی میشیم انشالله انشالله دوست عزیز ما فعلا دمی دربی ورودی ولسوالی شهدا هستیم که میبینین اینی در ورودی ولسوالی شهدا است که زمین در کی وارد شدی و ولسوالی شهدا میرسی اینا دیگه اینجا دوستای ما شش تا قصه داره یک بار امروزشون تارو فاصل میکنین سیقت جان یارمان سلام علیکم خوب هستی سلام علیکم عزیزی سیب خوب هستین جان تون جو سلام سیب خوب هستین جان تون جو فرموش سیب نه از راست سیب شما اینجا شش تا بودین فکر میکنم کمی را میشناسین والا چهره شوشناست چهره شوشناست ایرم زیاد فاصله نداره از ما تقریبا یک 20 متر خونه شون از خونه ما فاصله داره بله بله
بله. البته آرمان سیب در برنامه قبلی دیدین، اون کسی که از پل آویزانش کردیم. بله آه. ما هم هر جایی که دست که سبک استم دیگه دوستو هم دیگه خش دارن که زیاد مرا آزار بتن از دیگه قدیم سوتری کنم. بله کم تر وزبین شده، چاک شده، امارت فاریدن خود دای شکی نیست که یک کمی نظام اسلامی کلا گیره چاک میده. آرامی بگم، نظام اسلامی بگم، شاید که آدم چاک کنه دیگه. پیسه در جهود داری؟ پیسه مایسه یک 500 داشتم، شما پیسه تلیموتار گرفتین. بعد ما نکم موتاری ما نمیالی ازیر تا خفش تل پرست. میدانم نه یک شوخی بود دیگه، نمیشا با شوخی کردیم. بازم خواستیم که شما میمان اومدیم با ولسوالی شهدا. گپ های مختلف میخوام که شما رو خوش نگاه کنم نه؟ آرمان صاحب خیلی میریم هم کسی کنم و شما ببینیم که در ولسوالی شما چی پیدا میشه. خوب شد شما رو هم گیر کردم. ولسوالی ما بسیار ولسوالی زیباست، هر روز من میمان دارم. قسمی که میبینید این مردم با سیر و سیاحت اومده ایسا متاسفانه که در ولسوالی زیبا این سرکش خراب نمی سرسبزی زیبا خاک باد دیگه مردم اذیت میکنه، محیط آلوده میکنه. چندین حکومت چندین تحولات که اومده ایسا هر کس متوجه اون جیب خودش است. ایش کس توجه به سرک که عامل مفاز برای مردم کسی توجه به سرک نداره. انشاءالله که بخیر چی کنن توجه کنن. عزیز صاحب در کنار از اینکه ولسوالی شهدا یک ولسوالی زیبا و گردشگری است، در کنار از او ولسوالی شهدا تقریبا نه تا ولسوالی مرزی بدخشان با هم وصل میکنه که از طریق ولسوالی شهدا ما میتونیم که به اشکاشان، به شغنان، به واخان، به پامیرات خلاصه بر نه تا ولسوالی سفر بکنیم. ولی متاسفانه چی در حکومت گذشته چی در حکومت کلان توجه در راستای بازسازی سرک ولسوالی شهدا که دیگر ولسوالی خوشبختانه اسفالت شد، ولی ولسوالی شهدا تا هنوز کلان توجه خاصی در قسمت اسفالت ولسوالی شهدا نشده است. و ما من حیث یک شهروند ولسوالی شهدا آرزوی امیره دارم که حکومت امارات اسلامی افغانستان در زمان زمامداریشان نمی مشکلی سرک ما را مرفوع بسازم و سرک ما انشاءالله تعالی قیر بشود. انشاءالله. خب دوستای عزیز ما در درب ولسوالی هست، ببینیم که ما را در ولسوالیشان اجازه میتن دیگه خوانده سه یا که خیر همی جاششتن. سلام علیکم سب. خوب هستین سیادمن؟ جور هستین. بخیر سیادمن. حالا باتان خوب هست؟ انشاءالله مزهیم وقتان نشده باشه. نه خواهش میکنم. اسم مبارکتان چی هست؟ عبدالهادی. عبدالهادی. دیگه کاکای عبدالهادی نمیجا در خدمت مردم هست. مطرحی را که میه چک میکنن که خدا را کدن در ولسوالی کدام واقعی رخنتا. چی تو سه وضعیت ولسوالی؟ وضعیت ولسوالی الحمدلله هم نامان است، هیچ مشکلی نیست. مردم ها چکر میان؟ چکر و سفر زیاد میان در ولسوالی. هم مامی سرکش خراب است. دیگه مقصد ما دین آمدیم در اون بالا یک نفر یه رقم تلاشی مان کرد که سا دیگه همین پستک مان کشید. خواه یکان تا نابلدی میکنه باز یکان تا از نابلد چی شده استخدام شده انشاءالله باید جور میشه و خیر. حق من دوست مزایمی اوقات شما نمیشه. سلامت ما مجرد شما مجرد. خب دوستی عزیز ما استایسه میریم طرفی بالای ولسوالی. یک قسمی که ساریم سب گفت متاسفانه در 20 سال حکومت گذشته حتی همی کفی ولسوالی شهدا متاسفانه قیر نشده، چی برسه به سرکاش قیر شده. آرمان سب کجا گرفته بیا کو؟ همه دلش هم میمونه داده نیست همی آدم میگره جا سقوط آرمان کس بسیار زیاد فکایی میگه یک ذره بیا سرش مقصد یک بار بیا هم پلا اویزانش کنی خوب میشه بریم سکم میمونی شد بیا بچه تو کجا میگرزی؟ سلام علیکم. و علیکم سلام دوباره. خوب باشی. همینجا دکان گفتم یکم نوشیدنی یکم انرژی یکم چیزم بگیرم بخریم. والا خوبه خوبه. آره؟ چه غیرت داری؟ داد قرض میکنم یک 500 داشتم که یک چولان دارم. یک 500 داشتم پورا تیل گرفتین. ولوز. نه قمر نمیشناسی بریم قشنگ گپ بزنیم. بریم. کلش نمیشناسم. کامش خوش قصه است. خوش قصه. خوش قصه. معلوم شد کلش خوش قصه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کاکا. خوب هستی جان شما جور خیراتی رو واسه خوب هست بخیری چیز سرور خان کاکای سرور خان خان خدا تا خلاص ماندی مردم مردم و خدمو مردم خان بگد سعی سانه خدمو که چی نیست خدش اصلا بنام قماندانوتش مشهوری است مردم سرور خانشون سرور خان قماندانوتش اردش نامی بسیار خوب و شریف دکان داره نیجا دیگه بله چی رقم از وضعیت کاربار خوب است خوب است دیگه
بد نیست، نسبت به سالهای دیگه و قدر برابر هم نیست. مقصد جاتون برابر است، جا بیروان و دیگه سایه و اون طرفتان با و شمال و ایچی نمیکنه، شکم هم گشنه باشه و سایه باشن. خوش خوب دو ساعت فیصد است. شکم گشنه کیک کلچه و درچکی اشتیا داری بخوا؟ خیلی بخریم اینه دیگه چکی نیم، آخیرش غریبی شده تو ایمونه. سرک تو با چکی بمشه که خوب دوده است؟ سرکش دیگه خواه و کارش اتوانی مونی است دیگه. امی آدم کار میکنه وقتی خردن دیگه. بله ها باید بخره. خیلی تشکر اخلاد کاکا. سلامت زنده باشین. خب دوست عزیز، ولسوالی شهدا چقدر فاصله داره ساریم سیر؟ وزیز 60 کیلومتر مربع است، تقریبا از چیز 160 کیلومتر مساحت دارم. ها میریم خیلی طرفی بالای ولسوالی ببینیم دیگه چی ها را گیر میکنیم. شما ما را همراه باشین دوست عزیز. دوستای عزیز اومدیم آیسته آیسته طرف سری بازار دیگه. اینجا قسمی که میبینین آینگری است دیگه. فکر کنم که دوست جور کنیم و همی گپ هست. هم میریم داخل ببینیم که چی جور میکنن. همینجا قوم دیگه سوال قطشک. سلام علیک کنیم. سلام علیک کاکو. خوب هستی جان؟ شما جور بخیر سیدمن دار. اولتان خوب است؟ بخیر. این رمش نسین؟ آه بسیار خوب. پدرتان هستم. خوب دوستی عزیز شوخی کردم، کاکای سنگمدبای دیگه پدری عبدالفوادی ساریم است. چی حال داری کاکا؟ خوب هستی؟ شکر پدر خدا دوی سر نباش. چی گپوز خیرتی است؟ خیریت. چی توس وضعیت اولسوالی؟ خوب. کار بار چی رقم سیب؟ کار بار خیات غلیمانه. فیر کنم دام بغل دکان دارین؟ آه خا خا خا. در دکان تان چی دارین سیب؟ همی چای روغن و همی شکر و همی گپا. مقصد همونجا معلوم میشه که خوراک فروشی و مواد تعمیراتی سنگ محمد و پسرانی. پسر را در جان است چی نام اینا را در لگان دیش؟ یگون تشهر. خواه یگون یگون مایده کاش هست. خواه مایده با چوش هست. خواه بسیار خوب. چی رقم است روز روزگار؟ خوب است. خواه میزگره دیگه نسبت به گذشته. خواه میزگره اگه نیمه نیم کل میشه. خواه مقصد همین روز بزگره کاکو. سلامت باشین. زنده باشین. خیلی فواد ما یک ذره چکر میتونیم باید میاریم پیشت. خواه آرمان سب بچی دور میگریزی که پیش بیا پیش بیا. از سلام علیکم کاکا. خوب هستین سیدمن جان؟ تا جور خیرتی هست. سلام آتا خوب هست. چیگه با سرامی هست؟ چشمام بسم چشمام درد میکنه. چشمام دور میشه. نه نه نام مبارک تان چیست؟ سعید شریف. کاکای سعید شریف چند سال هستین کاکا؟ یکان 75 باشم. 75 ماشاءالله هنوز هم جوان هستین سید. خیلی هم تایی. چی کارا میکنی کاکا؟ یعنی ایچی نه یه رکی ما آدم چیز بیا کار ایچی نه نه خانه کجاست؟ یعنی دیگه قدی ها میگرم. 75 سال چند حکومت تر کردین سید در 75 سال؟ یعنی زایی شایی ریا عسکری هم کردی؟ بله سر عسکری کردی؟ عسکری؟ آه در کشو عسکری کردی؟ نه سره ایچه در پنج هفته بود. در کدام ملویه؟ در کدام ملویه؟ در کابل پلیس بوده. ما خود بود از کابل؟ پلیس کابل در پول محمد خان. پول محمد خان؟ او از وارد دیفونه بوده؟ آه دیگه هم رفتیم بود کابل بعد عسکری تو؟ در ماموریت بوده. بعد از اینکه از عسکری خلاص شده این آمده نیجا چقدر وقت است که کابل نرفتین دیگه؟ کابل؟ یک دفعه یا پیش دکتر رفتم. خب پیش دکتر رفتیم. بس کجاتون درد میکنم؟ با دوی فشارم بالا سو گردان درد میکنم. بچه دارین؟ بچه دارم یک تا وای ماجی دار نیستم. زن داره؟ زن داره سو زن باش کجدا رو جدا شد. زن گرفته جدا شد؟ بله سه زن گرفته جدا شد؟ جدا شد بله 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 بال روز شدم یک سه چهار تا کلک پنج شش تا کلک دارم یک خوال بیوه دارم مقصد ما بال روزگار اخدت میچلانی دیگه؟ بله سه روزگار اخدت میچلانی؟ آه بله خیلی شکر. با چی کار میکنی که روزگار میچلانی؟ کارم نمی که مقصد یک انداز همین مجلسه کمک میکنه و مقصد هایی که یه روز میگذره و یک کمی دیگه مقصد نمی قرض و وام میکنه. یک زمینه داشتم و گره و
ماستو کمکت نکنن اونه که هم بکرن کامتم نمی جاد دسر و دونیم سر و سر سر و هم تیار کمک میکنم. خب بیا توکل وقت خدا میروان اسم ماما زنده باشین تشکر. من رجا مقصر شما را دیدم آدم های مسلمانی نازنین خشرو بودم باش که هم دفع قطعه را کم بزن. زنده باشین کاکا انشالا دوستی عزیز اگر که توانایی دارین با کاکا کمک بکنین انشالا کمک هایتون بخش کاکا میرسن. کاکا گریه نک خیلی کاکا بعد ما را جگرخون میکنیم اما خدا مهربان استم نه کاکا را امو کسایی که همکاری میکنن انشالا یک همکاریش بکنم کمک هارم در شهرده مجرد میرم. گریان نک کاکا جان خدا مهربان است. گریان نک کاکای دور دنیا است تر میشه گای خوب گای بد دیگه آنچه که میمونن نکیست. من مطمئن هستم که شما آدم نکی هستید. دوستای عزیز اگر توانایی مالی دارین انشالا با کاکا کمک کنین دیگه هیچ کس از سر خوشحالی و از سر تمثیل عشق نمیریزه. بیا خدا مهربان است. کاکا 75 سال که زندگی کردی بله دمی 75 سال خود تجربه زیاد داری. توصیه خودت برای جوان ها چیست؟ من چیزا؟ گپ خودت با کسایی که جوان هست چیست؟ خدا جوان ها را نگه بدارم خدا جوان ها را نگه بدارم خدا جوان ها را عمر خوش بده خدا جوان ها را مقصد روزی اقبالی صحیح بده ما با جوان ها هم تحجیب بدارم. زنده باشین کاکا سلامت باشین خداوند نگهبان نگهدار زنده باشین. خب دوستای عزیز دیگه ای هم داخلی اجازه است اولانه بدون اجازه آمده. سلام علیکم سیم خوب هستین سیادمند جان شما جور است بخیر سیادمند کاکای اوستا خوب هستی من را چچه را بطه جان شما جور بخیر سیادمند دالاواتا خوب هست. دوستای عزیز قسمی که میبینین در تاوستان دمای سرطان کار کردن در داخلی خوب یادتش واقعا زیاد مشکل است اما اینمی اوستا هست که دیگه بخاطر خدمتی کارا میکنن. چی حال داری ماما خوب هستی؟ فضل خدا جور هستی؟ بخیر هستید؟ کار مقصد بسیار زیاد دشوارانه؟ بله یا کارمون زیاد در زمستان کیف میکنی و در تابستان خیر؟ در زمستان خیلی سلقی نیم و در تابستان گریب مون میکنن. اسم مبارک تون چیست؟ سید باوردین. کون سید باوردین؟ استاد سید باوردین. چه قواخ میشه که کارا میکنی کاکا؟ یکان 30 سال میشه باید 30 سال میشه باید یاد نداشته باشم دا سبگیم خودت به چکیانه شما خیلی اگه شوگردی کنید یاد میگیرید دم بکنید دم کردنش بسیار کردود دارم مشکل استنه باز مخصوص همید داست جور کردن نوکی داست تست کردن بسیار زیاد دشوار استن. روزی چند داست جور میکنی کاکا؟ روزی بالی تست کنی دیگه داست جور کنی نیست دیگه وقت روزی 50 تا و 100 تا تیز میکنی. دوست چند میگیری؟ 30 روپیه. 30 روپیه. 50 دانه دوست. تو زر کچکا پیسه میشه؟ حالا ویسا پیسه کار میکنه کاکا. ما را شاگرد نمیگیری؟ شاگرد میگیرم شما را. در وقتا سر پیسه ای که وقتی دره و درده سبیم شاگرد بسیم دیگه وقت فرار کنم. دیگه وقت فرار کنی. تو همین شاگرد را میگیریم سو فرار میکنن. کار شد زورشون میکنن. چند شاگرد دعا داده ای؟ 3 تا. 3 تا دکان دارن؟ دکان دارن بله اما کار میکنن. در قشلاق ها که هست دوستای عزیز این های داست استد چون این داست فکر کنم که داست نیالزنی سنه نیالزنی سن گندم دره و علف دره این داست علف دره و قید چقدر میدره و این نولی از این رسل کن این هم داست ساخت خودت هست؟ ساخت خدمون هم هست و اگر روستو دیگر هم هست این روا بکن مایده بچه جور کرده؟ بله یا به مایده بچه را دوست های مایده جور میکنیم او یک دوست ساخت خود یک دوست خوب بده که سل کنم ببینم که دوست خوبی خوبت کام است. این های دوست عزیز دیگه دوست ساخت خودشان سب قسم که میبینین دوست بچاله او دوست هارم با مایده بچه را جور کرده دوست با آدمی کلان نداری ببینیم که دوست آدمی کلان چقدر است دوست کلانم فیلم تیار ندارم خریدن بردن دیگه دوست هاتا این دوست های سکی البته آوردن تسکینی ها نه؟ دوست های تسکینی آوردگی سن
واقعا بسیار زیاد داستان لک قشنگ تشکر اخرت کاکا قای زنده باشی یک قصه همین کسایی که دوستای عزیز که یک کم سالشون بزرگ است تجربهشون زیاد است قیمونا قصه کنن که با ما شما جوانا یک پند باشه اثر خودت کاکا شروع میکنیم نام مبارک تو چیست؟ غلام سخی کاکای غلام سخی بله سیف ای کجا هستین کاکا؟ ای همین اصولی شهدا دوست جرکنی آمدیم؟ بله یا سیف دوست داری یا تشم؟ دوست هم دارم و تشم دارم و آسیب والا چقدر خوب است دوستا با در این پیش اوستا میایین دیگه هم دوست یا نجور میکنن هم قصه میکنن خیلی خوب کنیم دیگه چی قصه میکنیم با؟ خیلی همین قصه های روزای گذشته رو روزای پیش رو رو خیلی رو هم قصه را کنیم خیلی هم در خدمت دیگه شما سوال کرد که ما قصه کنیم ولسوالی شهدا چند سال هستین؟ یک 55 سال هست 55 سال هست ولسوالی شهدا گذشته شد تا فعلا چقدر تغییرات اومده کاکا؟ در وقت قلین چند بود حالی چند است؟ در وقت کام غیزا بود حالی کام غیزا است؟ قلین پرچند هست؟ قلین آدمای زنگیل سه در وقت های سابقتر قلین کمتر بودم چند بود مثلا؟ مثلا 20 هزار بود، 30 هزار بود، 50 هزار بود حالی سه میرمون سه لگه، چهار لگه، پنج لگه تا خطا گفتم به 3-4 چینی گندم زنگ رفت نه بخیر 3-4 چینی گندم که نه در وقت سه میرمون جوال بود من یک پنج جوال گندم به حساب قلنگ دادم غیری به حساب بایسرشو برینج و ایگه پوش کاکا اگر پنج جوال گندم قلنگ داده باشی بهترین قلنگ دمو زمان خدا بخواه وقت دیگه همه گفت چند زنگ رفته ای؟ یک تا یک نفر یک خرج کردیم یک نفر سی پنج جوال گندم وقتا دیگه بگی صبح بوی ارزش نداشت بگی صبح بوی ارزش داشت زیاد زیاد ارزش من بود یکان خاطر خشتاری بخش من بود که دم 55 سالی که عمر گذشت یکان خاطر یکان قصه ماندگار که همیشه یکان جا قصه کنی والا دم 55 سال سو خاطر خش نداریم غیر خاطر تلخ ها بخدا کاکا همی آدم های بزرگ که از زیادتری خاطرهشان از همه دوران از دوران جوانیشان همه وقتا که عسکری میروانه این همه وقتا همه خاطره همه دورانه عسکری نمیده با عسکری و حساب در وقتی ما عسکری دیگه نبود ما که نگد کلانتر شده این همه توفنگ برمان بود و بدودایی کو خلاص حتی روسا بوده؟ نه سیب قیده ایجا قیم جویده بودیم با آوره شدیم سی میرمون نگشت نسال در براکا بودیم سه میرمون با اوج اومدیم در اینجا و نمی بزنه بکن تشکر سه به شما شما چی حال داریم اما خوب هستین اسم مبارک تون چیست؟ خدا بخش کاکای خدا بخش همه قسم که خود چون نورانی است نامشون هم خدا بخش بسا اسم قشنگ ای کجا هستین کاکا؟ از همه اولوت والی شهدا از شهدا چند سال هستین؟ 64 64 64 ماشاءالله هنوز هم جوان هستین همه علت کاکا چیسته که این یال جوان های همه امروز ها ببینید در صورتی که بسیار جوان سن نه یکان تراوین مثلا 30 ساله میشه 35 ساله میشه و آخرش استفاد شده پیر شده خوش شرایط انقلاب است دیگه تشوش دارم مردمو مقصد یک چیز اگر زندگی فعلا نسبت به جوانی شما بسیار زیاد راحت است در زمان مثلا فکر کنین که شما کجا حتی گندم وار در پشت کده و پشتون میوارد نالی خیاده هم نمیان در موتر میان این علت پیری چی باشه سه؟ او وقتا یک آرامی بود و قراری بود و مقصد کدام پشتمات هی حسابی نبود حالی شرایط چی آمد اگیز دگه نمی نهارامی است دگه قریه کجاست کاکا؟ قریه عبابی کلان عبابی کلان بچی عبابی کلانش میگن سه؟ قریهش کلان است عباب کدام منطقه بوده سی؟ کدام نفر بوده؟ خب والا دیگه اونش را گفته نمیتونیم دیگه همین نام شهر دیگه چهار عباب است چی داره قریه تو؟ بله؟ چی داره؟ میوه داره هر چیزی داره دیگه چارمغ داره؟ چارمغ داره، گلاس داره، البالو داره زردالو داره، توت داره، داره، میوه داره انشاءالله بخیر اگر زندگی بود بخیر میریم کاکا 64 سال هست این گفته نه؟ 64 64 سال که زندگی کردین چقدر تغییرات دیدین در سال شهدا؟ خیلی تغییرات در وقتی سند 20 سالگی 24 سالگی ما خوب بود و با شرایط اینا 40 سال بالاتر یا کمتر که انقلاب سو نمتری هستیم دیگه توکل به خدا چند زن دارین کاکا؟ ما سه زن گرفتم فعلا یک تا تتش رفت دیگه بر رفت بخشی کسی یک زن نمید خیلی وقت همون وقت بود دیگه
قلنگ ارزان بود، برابری بود. خیلی دیگه تصمیم ندارین وقت. خیلی گل دیگه. کسی هم دورش روش نمیگن دیگه. شور هم دیگه نمیکنن البته. تصمیم دارم؟ نه، گل نمیشون بود. خدا برسانتان. روی امید. کاکا، شما چی حال دارین؟ فضل خدا. اسم مبارکتون چی بود سب؟ محمد زهیر. کاکای محمد زهیر چند سال هستین سب؟ اون 64 هستم. 64. همسال هستین خیلی دیگر؟ خیلی شاید. شما ای کم قریه هستین؟ قریه مزار. قریه مزار. او چه قریه هست هایی؟ اونجا یک ساعت راه هست. بخاطر چی مزار میگن؟ کم مزار است اونجا؟ نه، یک زیارت است. من قریه هم چهار، یک حوزه است به نام مزار یاد میشه. اگر نه اصل قریه همون غوزه. غوزه رو میگن؟ بله. خدا چی رقم میبینی وضعیت ملسوال شهدار هم؟ وضعیت خوب است دیگه. وضعیت امارت خوب است جمهوریت؟ خود امارت دیگه آرامی و فضل خدا و خوب بطاب است. کاربار چیست هست؟ کاربار کشاورزی. کشاورزی دهقانی میکنه دیگه. شکر از شما کاکا. سلام. خواه سالیم سواری کجا بریم؟ والا در اینجا که هست دکان ها از هر کدامش، مثلا عکاسی دیگه یکی دوتا عکاسی سه در اینجا، یکی دوتا سیاتی سه، چهار تا پنج تا دکان های مثلا. خواه میریم سالیم سه در کل طرف سر بازار طرف چاک ببینیم که در اونجا دیگه چیز گیر میکنیم. خب دوستای عزیز اومدیم نزدیک چوک ولسوالی شهدار. من سه بسیار خپ است اما فقط نمیگم قصه نمیکنی راست شب من مرغ دلم مردگی هستی. خب بگم خیر امروز که شما خیلی وقت تنها بودم در ولسوالی شهدار، امروز که در ولسوالی شهدار شما اومدین خیلی خوشحال هستم که از دیروز تا حالی. چقدر خوشحال هستی؟ خیلی خوشحال هستم. مثلا چقدر خوشحال هستی؟ تقریبا یکم دو سر خوشحال هستم. این فلکونه خوشحالت بایش عزیز یک میمونی ده میزنیم یا نه خوشحالت بایش عزیز یک تنهایی موندی؟ نه نه تنهارم که نیستیم. الحمدلله ما افتخار میکنم که هر روز میمون داریم با میمون ها میوین یعنی مثل شما. سلام علیکم کاکا. سلام علیکم. خوب هستین؟ سیادمند دار آواز بخیر. خوب هست سیادمند هستین؟ نوازش محترم. سلام علیکم. اون اتایی سیب دست شد بگیریم. اتایی سیب گرامی خوب هستین؟ حال اول شما خوب هست سیادمند هستین؟ شما خوب هستین سیب سیادمند حال اول دو خوب هست خیراتی است که یفاس سارمی هست. خوب دوستای عزیز سوگمه نایستایسته رسیدیم به سر چوک. اسم مبارکتون چی هست کاکا؟ عبدالمطلب عطایی. کاکای عبدالمطلبی عطایی از این ولسوال شهدا هستیم؟ بله از این ولسوال شهدا. کاکای شبرو داری ریشش تفیه چیده؟ های نیالی کاکا همی کلاگی ندید در شهدا ریش تفید کاکا بیده؟ نه نیالی کاکا گفتن به این معنی نیست که ریش تفید باشه. نه آدم بزرگ در مجموع که مثلا اگه چند سال کاکا میگم خواه دیگه. چطور میبینین وضعیت ولسوالی شهدار است؟ خب وضعیت ولسوالی شهدار خب از اوضاع مختلف هست، ولی اگر وضعیت سرسبزی را ببینی فوق‌العاده سرسبز هست، اگر وضعیت اقتصادی را ببینی فوق‌العاده بحرانی است، و اگر وضعیت تعلیمی را ببینیم در حال مشکلات هست، ولی وضعیت ها متناسب با یکدیگر هر کدامش مشکلات خود دارند. خب این تنها مشکلاتی نیست که در شهدا باشه، متاسفانه اکثر جاهای مشکلات دارن. میام سر شهدا، چرا شهدا را شهدا میگن؟ از اینکه شهدا از گذشته های دور یک ولسوالی بوده که همیشه در برابر مظالم و ستم روزگار مبارزه کرده و همیشه کوشش کرده که دست قدرت های ظالم را از اینجا به دور بسازه، چه در زمانی قشون سرخ شوروی که اینجا آمد و چه بعدها و چه قبل از آنها مبارزات زیادی انجام دادن و شهدای زیادی در این راستا تقدیم کردند که به تناسب با مسما بودن این نامش این نام گذاشتن بالای از او که ولسوالی شهدا. بسیار خوب سب. دوستای عزیز چند قبلی طرف است بچه چند قبل از دوران حکومت جمهوریت هم فیر کنم که ولسوالی شهدا یک بار بمباران شده بودم. منطقه کجا بسیب؟ امی قطعا جایی که ما و شما فعلا ایستاد هستیم امینجا
بم در همین جا خورده بود و همین جایی که ما شما هستیم اینجا و نزدیکتر نزدیک کماندانی امنیت این طرف هم هست چوکم آسیب دیده بود و اونجا یکی دو تا دکان در اون طرف طرفی که غرب اونجا آسیب دیده بود تعداد زیادی از مردم شهید کرد و تعداد زیادی مردم هم بی خانمان کرد و دکانهایشان از دیده در تصویرم دیده بودم حتی سب یعنی منطقه بود بله این همین جایی که هستیم همین جایی یک تعداد ترمیم شده و همین شکستگی پلچک خودش نشانه برخورد همون بم است بله این را تا هنوز ترمیم نکرد نه تا هنوز ترمیم نشده است آثار دیگه از اون مونده سب؟ آثار از اون بین همین جایی که در کماندانی هست برای تلاشی اینا آسیب دیدن یعنی خود دیوارهای شکسته اینی منطقه است بله میشه یک برجا هم بریم خب دوستای عزیزی فکر کنم در به قماندانی امنی هستم بله هستم یا قسمی که میبینین آثارای امو بم به کیجه زده بود آثاراش فعلا قماندان سی هم بالا هست دیگه آثارش هم بله هستم این بم که زده بود فعلا همو چوبای عزیز سختگی سی همیت چیزاش همیت تنها گادراش مندگی سو بسیار خزاره زیاد به جور رسیدگی سی که دیگه این تاوران خراب شد دیگه بسیار زیاد خساره شد دیگه تلفات بر شما مارش معلوم است هم وقت چقدر تلف شده بود؟ تقریبا 12 نفر ملکی به ایسا تلفات دو خب مکمل ملکی بود ملکی ما تنها از به ایسا نفرهای نظامی یک دتا زخم میشه دو نفر سه نفر زخم میشه بیا خداوند غریق رحمت چون کنن دیگه ما به خاطر دوستی عزیز اینجا را به تصویر کشتیم که یک بار اینجا را در زمان جمهوریت ارسال شهدا بمبار شده بود متاسفانه یک سری افراد ملکی کشته شده بودند و جد ناقص بود اما خواستیم که بر شما معلوم شود سلام قماندان سه خوب هستین شرمند هستین اینجا هم هست انجینر سر میتونید که جورم دیدن بکنید خود داخل هم هست بله آسارش خود دوسته از یک بار میریم آثار داخل هم ببینیم بیام دوسته عزیز داخل قماندانی امنی هست پیش میرم قماندان سه دیگه فکر کنم آثارای شمیستم بله اون سیبون این یک بم در اینجا خورده بود در یک تا در در این چاو کرد یک در اینجا خورد که ای تانگ جور بودی را زد تخریب کرد این پیردار خانه را زد و ایسلا چی کرد شیشوی و ایسلا قماندانی را زد و ایسلا خراب کرد سولارا را زد خراب کرد دیگه ذخیره آب را زد تخریب کرد فعلا آب نداریم دیگه در اینجا بسیار خساره مالی و ایسلا زیاد در شمال از اینکه دوستی عزیز خساره جانی داشتم متاسفانه خساره مالی هم گفتم داشته ای هم آثاری هم اوست دیگه آثاری مثل که در پنجره را زد به ایسا خراب کرد دیگه ایسا خساره زیاد رسون در ایجا باز کسی چی نکده سید تا هنوز هیچ نهادی را کمک نکده تا هنوز هیچ نهادی با کمک نکرده دوستو عزیز این ای تانگ هم ببینین دیگر گفته قماندان سیب که آثاری همون سکی تانگ تیکه تیکه کده متاسفانه حتی شیشایش این را دیگه امکان جور شدنش نیست دیگه نه دیگه بسیار خساره ایجاد کرده این دوستی عزیز اینه یه هم کسی که میبینین یه هم آثاری همون بمباردمان است که کمال در پنجره از یار پرانده بلی اون سیوی با ترمیم و با ایسا با ضرورت داره که با ایسا باید جور باشه و دیگه که ما با این ضرورتی داریم دقیقا همون بم بشون در کجای صحبت کنیم جای بم بشه اینمی چکوری که هست دیگه همین جای بم بسه دیگه این همین جایی که خاکش سختایی هست اما کمال همین جایی بم بسه این درخت را دیده یک بم های جمعیندار بود وقتی زمانی که در زمین میخرد دیگه بعد تخریب زمین نمیکرد بالا میخیست میزد اطراف از بعد چی میکرد خاک او قدر نور داشته و بالا بسه تخریب میکرد اینا جمعیندار بودن اینا وقتی در زمین میخیدن باز بالا میدن با پرسونال بسیار زیاد چه داشته تخریب پرسونالی داشت متاسفانه دوستای عزیز میبینید دیگه خسارش به مردم با مویزی که پرسونال استعمال میکرد در اینجا عزیز سب قسمی که در جریان بودن تقریبا آمریت معارف اوجا بود که یک بم اوجا صحبت کرده بود یک بم اینجا و یک بم به طرف چاو که آمریت معارف کلن تخریب کرده بود اما مواد و
لوازم دفتری که داشت اون را تخریب کرده بود. خوشبختانه برای کارمنداش کدام آسیب جدی وارد نشده بود و چوک ما کلان از بین رفته بود که بعد از فتح شهدا با همکاری مردم و همکاری مسئولین ارسولی شهدا دوباره فضل خود ترمیم شد و آمریت معارف هم انشالله تعالی کارش جریان داره که مردم هم کاری میکنه، مسئولین دولتی ما هم کاری میکنه، کارش تکمیل شده و انشالله یکان جاهایی که باقی مانده است از ادارات زیربطی که در بدخشان است، ادارات زیربط ما آرزو خواهش کنم است که اما جاهایی که حداقل حکومت گذشته را تخریب شد و بالاخره آسیب جدی وارد شد، اما جاهای گذشته را برای مردم شهدا دوباره پس آباد بکنند انشالله تعالی که پیام شما را مسئولین میبینند برای مشکل انشالله رسیدگی بکنن. دوستای عزیز، اول ما همین تانگ بر شما درست نشان بکنم. قسمی که میبینین تانگ با اون که زید زیره است بسیار زیاد قوی است. البته این تانگ ها میبینین تانگ تیکه تیکه کرده تا شیشهش که چی کار نمیکنه، مرمی کار نمیکنه. ببینین که در چی وضعیت است کاملا، یعنی چند شیشه است که تخریب شده. این شیشهش هم میبینین که چیگونه است، یعنی کاملا پوستش برآمده، بسیار زیاد در یک وضعیت خراب است. انفجار به اندازه طولانی بوده، به اندازه عمقش زیاد بوده که کاملا پرچه پرچه کرده. بسیار زیاد تشکر از شما قماندان صاحب، زنده باشین، سلامت باشین. از شما هم تشکر، یک جهان سپاس. از شما هم سپاس، از شما هم سپاس، فرمان صاحب از خودت هم سپاس. خب دوستای عزیز، قسمی که شما دیدین ما اومدیم ولسوالی شهدا را امروز با شما عزیز به تصویر کشیدیم. امیدوار هستیم که از این برنامه خوش را نماده باشه. باسم اگر میخواین برنامه خوبتر و بهتر تماشا کنین، کانال یوتیوب بدشان پلاس را سابسکرایب کنین. منتظری بقیه برنامه ما باشین. بدرود، تا درود دیگر.